شما دوستان عزیز هر جایی که هستید دعا میکنیم سلامتی قوت و پیروزی خداوند با شما باشه. خوشحالیم که فرصت دیگه میتونیم به منزل های شما بیاییم همراه دوست قدیمی و عزیز من آنت عزیز. به دوستان اگه میخواییم سلام کنیم. سلام عرض میکنم به نوبه خودم، خوشحالم که دوباره در جمع شما هستم. مرسی از دعوتتون خرنازنین عزیز و برادر لاتن عزیز. امیدوارم که بتونیم برکت مسیحایی رو برای هم خودمون اینجا ایجاد کنیم، هم برای شما عزیزان که الان ما رو نگاه میکنیم. آمین. خوشحالیم واقعا، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید اومدید به این برنامه. دیگه استودیو فرق کرده. خواهش میکنم. قبلا کی بود؟ 10 سال پیش بود؟ 7 سال پیش بود؟ خیلی وقته. فکر کنم 8 سال پیش بود. واو، چه زمان زود میگذره. در اون بلی... سیرا بود آخه برنامه بود. آره آره، باز روز مادر شد و شما رو داریم همیشه من... هستیم. آره، مادر نمونه، مادر شیرین، خدا رو شد. مرسی. بله عزیزان، این برنامه اختصاصی همطور که میبینید کشیش ناتان با ما نیستن، ایشون همین جان ولی پشت صحنه، پشت دوربین، و ما میخواییم در رابطه با روز مادر که همین یک شنبهی که میاد روز مادر هستش و ما پیشا پیش به استقبالش میریم و به مادران عزیز تبریک میگیم این روز زیبا رو و دعا میکنیم که هر جا که هستید حکمت خداوند و پیروزی عیسی مسیح با شما باشه. بله، روز مادر چه روز شیرینیه و هر جا تاریخ‌های مختلف داره، ولی من مطمئنم که همه کشورها این مادران را جشن میگیرن هر جا که هستن. ولی یه تاریخچه‌ای از روز مادر در کشور آمریکا که هر دومین یک شنبه ماه می هستش، دومین یک شنبه ماه می هر سال مادران رو جشن میگیرن و این تاریخچه از سال 1850 شروع شد. از یک زنی بود به اسم آنریز جارویس یا یارویس. این زن یک شخصی بود که در زمین جنگ کمک میکرد به سربازان، به افراد مختلف کمک میکرد و واقعا مادری میکرد و خیلی مادرها رو میدید که دردمند هستند و میخواست اونها رو سپاس بذاره، یعنی جشن بگیره و یک آرامش و صلح برای این مادران داغ دیده ایجاد کنه و از اون موقع این روز برقرار شد. خدا رو شکر. و میدونیم که جاهای مختلف، بله، این شما میگفتین که در ارمنستان هم روز مادر هستش. بله، قبل از اینکه درباره این توضیح کوچیکی بدم، واقعا خداوند زنانی رو که شایسته دونسته مادر کرده، خداوند رو سپاس میگیم برای مادرانی که واقعا مادری کردن. ما عزیزی داشتیم در ارمنستان، موقع زلزله ایشون که زیر آوار میمونن با نوزاد کوچیکشون، نوزاد شیرخوار در واقع، که اون موقع هیچ تحرکی نمیتونست بکنه زیر آوار، پس انگشت خودش رو سوراخ میکنه و با خون خودش بچهش رو تغذیه میکنه. و فکر کنم اگه اشتباه نکنم روز 7 آوریل باید باشه که ارمنستان 7 آوریل رو مشخص کردن برای روز مادر به خاطر این زن و بله. فداکاری این واقعا زن واقعا خیلی کار عظیمی بوده. واو، خدا رو شکر. برای عزیزانی که آنت عزیز رو نمیشناسید و اولین بار آنت جان رو میبینید، ایشون خواننده سراینده مسیحی با صدای زیبا و ایشون یوتیوب دارن که آنت یگاریان یشوع. شما تو یوتیوب سرچ کنید لینک آنت یگاریان
داش تاپیک میاد. آره داش تاپیک میاد، ولی آنت یگاریان رو اگه سرچ کنید اکست هم یک شیره، درسته؟ آریوت هودایی، شیر یهودا. یهودا. آره. و شما البته ایران به دنیا آمدی نه؟ من ایرانی هستم. بله. ایران به دنیا، ولی ارمنستان زیاد بودی. من ایران به دنیا اومدم، 13 سالگی مهاجرت کردیم ارمنستان به مدت 10 سال. بعد از 10 سال دوباره برگشتیم ایران، برای همین فارسیم اینقدر خوبه. خدا رو شکر. بعد از خدا رو ایرانم که سفر 80 روزه اومدیم آمریکا. خب خدا رو شکر. پس برکت بگیرید از سرودهای خواهرمون، از یوتیوب ایشون، و رایگان هستش، کل آلبوم رو گذاشته اونجا، با دوستانتون شیر کنید. خدا رو شکر، خوشحال هستیم که شما رو در بین ما داریم، یکی از افتخارات جامعه ایرانی هستین. خدا رو شکر. عزیزان بریم با هم یک شهادتی بشنویم از دوست عزیزی که چطور خداوند در زندگیش عمل کرده. این شهادت رو بشنویم، برمیگردیم با برنامه ادامه بدیم. با سلام برادر عزیزم الناتان، کشیش الناتان عزیز گرامی، از شما بسیار ممنونم که برای من دعا کردید و طبق گفته شما به خاطر زخم‌های او ما شفا یافتیم و من به خاطر همین امید یافتم که باید به خاطر این بیماری بلند شم، اما من نمیتونستم و تقاضای دعا از شما کردم و این دعا کاملا قدرتمند بود و من شفا یافتم. من الان دارم اعلام میکنم که من شفا یافتم از این بیماری. سردردم خوب شده و بیخوابی داشتم، اما الان میتونم راحت بخوابم. از شما کمال تشکر دارم که دعا کردین به خاطر من و از خدا میخوام که برکت رو به شما بده. آمین در نام عیسی. آمین 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 برای شفایی که از جانب خداوندمون عیسی مسیح جاری میشه. همه ما وسیله هایی هستیم که نام خداوند رو بتونیم آمین. جلال بدیم. شفاهای بسیاری در زندگی ما انجام گرفته شده. عزیزانی که قبلا برنامه های ما رو دیدن، شفای دختر خودم که قلبش سوراخ بود، خدا شفا داد، واقعا شفا داد. بسیاری از مردم میگفتن که خیلی از قلب ها سوراخه، ولی دکتر به ما گفتش که آره خیلی از قلب ها سوراخه، ولی زیر بدنه یه قلب هستش که هیچ اثر بدی نداره، این خود به خود پر میشه. ولی قلب سیرا از وسط سوراخ بود و پامپ که میکرد قلبش خون آلوده کثیف با خون تمیز قاطی میشد. پس 100% باید جراحی میشد که یک روز قبل از پنتیکاست به ما وقت دادن که برای عمل جراحی بریم آماده بشیم. پس روز بعدش، روز پنتیکاست، موقع سراییدن بود که دعا کردیم و فکر کنم 400 نفر اعضای کلیسا بودیم اونجا. همه با هم دعا کردیم که خداوند دستشو بلند کنه برای سیرا و کرد. روز بعدش خیلی دارم کوتاه میگم چون نمیخوام تکرار کنم. روز بعدش 4 ساعت میتینگ گذاشتن ما با هم دیگه، همه دکترا. بعد آخرش اومدن گفتن که معجزه شده، چون هیچ سوراخی رو پیدا نمی‌کنیم که وقت برای عمل جراحی بدیم. این یکی از شفاها بود، شفای بزرگ در زندگی. خیلی بزرگ. و این دکترام کانفیوز گیج بودن که چرا بقیه دکترام گیج بودن، الا دکتری که دکتر اصل سیرا بود. خودشون اومدن گفتن که شما عقیده‌ای به اعتقادی به معجزه دارید؟ ما گفتیم ما فرزندان معجزه هستیم. بعد گفتن چطور؟ گفتم ما ممبر کلیسا هستیم و اینا. ایشون گفتن ما هم ممبر کلیسا هستیم، دکتر اصلیشون. بعد که صحبت کردیم، خدا رو شکر از همون کلیسای از برانچ خودمون بودن. یعنی کلیسای پنتیکاستی که خداوند تسلیث خداوند رو قبول داره. خدا رو شکر. بله. کاملا شفا پیدا کرد. آمین. الان سیرا 11 سالش شد. واو. و هیچ بازگشتی به طرف بیمارستان نداشتیم. واو. تا به خدا رو شکر. خدا رو شکر. البته من این داستان رو شنیده بودم، ولی خدا رو شکر میکنم که مطرح کردی. و از آن من میدونم که خیلی از مادرها هستن که مشکلات دارن، فرزندانشون مریضن یا فلجن یا هر دردی،
برای خداوند هیچ چیزی غیر ممکن نیست آمین. و او منتظره که شما رو برکت بده، فرزندان شما رو شفا بده، دعاهای شما رو او میشنوه. خب آمین. برگردیم به بحثمون راجع به مادران. میخوایم راجع به چند تا خصوصیت مادر نمونه و یک مادر روحانی صحبت کنیم. میدونیم که در کتاب مقدس خیلی مادران داریم، آمین. مادران نمونه ای داریم، الگوی ما هستن در کلام خدا، مادر خود عیسی مسیح، مریم و مادران زیادی هستن که چه از خودگذشتگی نشون دادن در طی کلام خدا خوندیم. پس آمین. چند تا از این خصوصیات رو بررسی کنیم. شما میخواییم اولین خصوصیات مادر بودن نقش خیلی مهمی هستش. بله. واقعا مهمه. تا موقعی که آدم مادر نمیشه نمیفهمه. بعضی من یادم میاد موقعی که مادر نبودم، کوچیکتر بودم، میگفتم اگه من به جای مادر فلان کس بودم یه پس گردنی میزدم مثلا به گوش بچه. ولی وقتی مادر میشی میبینی نه، از دستت نمیاد، از دلت نمیاد، مخصوصا مادران مسیحی. چون مسیح به ما محبت یاد داد، آمین. مسیح به ما آمرزش یاد داد، رحمت یاد میده. پس مادران مسیح نقش مهمتری دارن، یعنی باید این ویژگی رو در خودمون جاسازی کنیم. البته عزیزانی هستن که فقط مادر فقط به طور فیزیکی نمیتونه مادر باشه. عزیزانی هستن که بچه هاشون رو به دنیا میارن ولی مادر نیستن، و عزیزانی هستن که باردار نمیشن، آرزوی مادر بودن رو دارن. و تمام این مسائل رو ما میخوایم امروز به حضور خداوند بیاریم، که اونی که بچه رو داره و نمیتونه از پسش بر بیاد، یا اونی که بچه نداره میخواد بچه داشته باشه، ما برای همه این عزیزان دعا میکنیم در آخر. ولی خصوصیات کتاب مقدسی، من اینجا چند تا نوت برداشتم، با اجازتون بتونم وقت زیاد نگیرم بخونم. یک مادر طبق کتاب مقدس همیشه باید در دسترس باشه، صبح، ظهر، شب. اینو در تثنیه فصل 6 آیه های 6 و 7 داریم، اگه میخواین نوت بردارید میتونین بعدم بخونید. تثنیه فصل 6 آیه های 6 و 7 و میگه که دستوراتی رو که امروز به شما میدم در قلب خودتون نگه داری. آمین. اونا رو با دقت به فرزندانتون بیاموزید، و زمانی که در خانه و یا در راه هستید، حتی هنگام استراحت، هنگامی که بیدار میشی، درباره آنها سخن بگید. در جریان زندگی فرزندانمان باشیم، یعنی فقط صبح بیدار نشیم دعا کنیم خداوند دخترم یا پسرم را به دست تو میسپارم. در جریان باشیم، در هر لحظه‌ای که روح القدس به ما اشاره میکنه. ما نمیدونیم الان فرزندمون شاید کجا باشه، کجا هست، میرونه، رانندگی میکنه، هر جا که هست. بعد در جریان تمام روز در فکرشون باشیم که حتی یک لحظه حضور خداوند ازشون جدا نشه، چون که خداوند فرزندای ما رو به ما امانت سپرده. آمین. و ما رو گذاشته که اونا رو تعلیم بدیم، اونا آمین. رو هدایت کنیم. و ما نقش مهمی در زندگی بچه هامون داریم، چون در اصل یک مادر وقتی که فرزندی رو به دنیا میاره 24 ساعته با فرزنده، یعنی فرزند متکی به مادره. آمین. برای همه چیز، برای غذاش، برای تمیز کردنش، برای هر احتیاجی که داره مادره که این احتیاج رو برآورده میکنه برای آمین. فرزندش. پس مادر خیلی نقش مهمی داره، و در تربیتش همچنان که بزرگ میشه این مادر همیشه بالا سرشه. آمین. و مادره که اونها رو تربیت میکنه و به جامعه تحویل میده. میدونید خیلی از بچه ها که میبینیم متاسفانه از راه راست منحرف شدن یا در گناه افتادن، بیشتر از کمبود مادره، محبت. از کمبود محبت، یا محبت اشتباهه، یه محبتیه که زیاده روی شده. پس مادر خیلی تو حتی جامعه نقش مهمی داره. بله. من فکر کنم
بیتوون بود که مادرش خیلی مشکل داشت در فرزند به دنیا آوردن و بیتوون فرزند، امیدوارم بیتوون باشه اشتباه نکرده باشم، و این فرزند رو میخواست بندازه چون فرزندهای قبلیش یا نارس بودند یا فلج به دنیا اومدن و دکتر گفتن که این یکی هم خوب یعنی سالم نخواهد بود و میخواستش که اونو جلوشو بگیره که به دنیا نیاد و مفلوج نباشه. ولی این فرزند به دنیا اومد و این فرزند با سختی بزرگ شد، ولی مادر همیشه بالا سرش بود و میبینیم که چه شخصی رو به جامعه تحویل داد. پس نقش مادر حقیقتاً حیاتیه برای یک فرزند سالم. شما درباره سقط جنین صحبت کردین، من یه شهادت کوچیکی داشتم که موقعی که 18 ساله بودم و به طور سلنگ بگم مردم و زنده شدم. واقعا بعضیا میگن که خواب دیدی، ولی خواب نبود، چون بعد از اینکه من بیدار شدم دوتا فرشته ها رو بالای سرم دیدم که هنوز اونجا بودن و من گفتم که من خواب ندیدم، شما هنوز اینجا هستید، و ایشون گفتن که خداوند تو رو رحم کرد، و دو نفر بودن و نفر دوم گفت که خداوند شما را خیلی دوست داشت. ولی دارم درباره چیز دیگه میخوام صحبت کنم که وقتی که من به بالا ربوده شدم، در اون موقع خداوند مسیجی رو به من داد. تمام وضعیت رو به کنار میذارم که چه چیزایی رو من اونجا تجربه کردم، ولی گفتش که من تو رو دوباره بر میگردونم چون که باید پیغام بدم برسونی به مردم. و پیغامش این بود که در این قرن بدترین گناهی که مردم دارن انجام میدن سقط جنینه، و من با این پیغام برگشتم و روز چند نمیدونم یادم نیست، دو سه روز بعد یه هفته بعدش که با یکی ملاقات کردم، یکی از فامیلامون، من در این باره توضیح دادم که من مردم زنده شدم و خداوند این پیغام رو به من داد. بعد ایشون شروع کردن به گریه کردن. اسمش صدا هستش، امیدوارم که الان ببینه، ایشون ایران هستن. من گفتم صدا چرا گریه میکنی؟ گفت چون من فردا وقت دارم که سخت جنین کنم، نمیخوام این بچه رو. بعد گفتم نکن این کارو، پیغام داره خدا و نکن این کارو. ایشون نکردن و الان همون فرزندی رو که ایشون میخواستن سخت کنن، الان همون بچه داره اونو نگهداری میکنه. الان همون اون بازوی خانم صدا شده. واو. آره خیلی خیلی عظیم کار خداوند. و میدونید خیلی تو کل جهان چقدر بچه ها رو دارن متاسفانه از بین میبرند و میکشند و احساس میکنن، فکر میکنن که خب همه دارن این کار رو میکنن، این بچه هم خب هنوز به دنیا نیومده، انسان نیست. خیلی فلسفه ها برای خودشون درست میکنن، ولی خداوند همون ابتدا که این بچه درست میشه، خدا داره او رو میآفرینه و هر روز میآفرینه. و وقتی که ما اینو از بین میبریم، یعنی داریم آفرینش خدا رو از بین میبریم. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم، مثلا اینکه یه خطی داریم، دوست عزیزی رو خط هستن، بفرمایید. الو سلام. سلام عزیزم، درود بر شما، بفرمایید. مریم جان منو بستم به شما. بله بله، رو برنامه زنده هستین، میشه اسمتون رو بدونم؟ اسمم آرزوه. آرزو جان شما مادر هستی؟ بله. خب خدا رو شکر. چند تا فرزند دارین؟ دوتا. خدا حفظشون کنه. چطور میتونیم براتون دعا کنیم آرزو جان؟ برای آرامش هم دعا کنید. برای آرامش خودت؟ برای تصمیم گیریام. حتما برای خدا رو شکر، حتما دعا میکنیم برای آرامشت، برای اینکه خدا به حکمت بده، بچه‌هاتو بتونی بزرگ کنی. آیا پیغامی داری برای مادران دیگه
که دارن این برنامه رو میبینن؟ در مورد چی؟ درباره مادران، برنامه ما درباره مادران نمونه هستش. آیا شما تجربه پیغامی داری برای مادران؟ در مورد مادرانه؟ در مورد چه مادرانیه؟ مادران کلن، شما یه مادر هستید. الان حضور ذهن ندارم. آیکه آرزو جان، مرسی از تماست. بذار برات دعا کنم. خداوند در نام عیسی مسیح برای آرزو عزیز دعا میکنم که آرامش تو برای قرار بگیره، حکمت تو برای قرار بگیره، بهش حکمت بدی در تصمیماتش درست تصمیم بگیره خداوند، و او را به جمعی راستی ها هدایت کنی. او را به تو میسپارم. آمین. مسیح جان، که یک مادر نمونه باشه خداوند، برای بچه هاش، برای دیگران که مادر بودن او را ببینن خداوند و یاد بگیرن. او را به تو میسپارم در نام عیسی مسیح. آمین. 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 مرسی آرزو جان. خدا نگهدار. خدا برکتت بده. خدا نگهدار عزیزم. خب خدا رو شکر. مادران بسیاری نگاه میکنن. با ما تماس بگیرید عزیزم اگه درخواست دعایی دارید، اگه پیشنهادی دارید، حکمتی دارید یا حتی شهادتی دارید، خوشحال میشیم که از شما بشنویم. خب من یه شهادت کوچولوی دیگه دارم، مثل اینکه کسی زنگ میزنه. یه تلفن دیگه ای داریم. آره یادت نره شهادتتو بفرمایید دوست عزیز. سلام خواهر نازنین عزیز. سلام. سلام بر شما. اسمتون؟ متشکرم. من لیلا هستم از آلمان. خواستم که اول خدا رو شکر کنم واقعا برای وجود شما، که ما میتونیم به صورت آنلاین شما رو واقعا نگاه کنیم و از موعظه‌های شما در نام مسیح واقعا فیض ببریم. خدا رو شکر. مادرم تبریک میگم پیشاپیش به همه مادرای مرسی. عزیز و همچنین مادر خودم الان توی ایران که دچار یک مریضی شده بودن و کشیش الهام عزیز براشون دعا کردن و شب خواب دیدن که سه تا از پزشکای خداوند عیسی مسیح اومدن بالای سرش. آمین. و گفت آمپول دستشون بود، اومدن رو شکم من کار کردن، با زبونای عجیب غریبی با صحبت کردن و رفتن. یعنی درست شب قبلش کشیش الهام مادر من مسلمون بودن ولی با مادرم صحبت کردن، درد شدیدی داشت، دکتر جوابش کرده بود و اینکه شبش این خواب رو دیدن که سه تا پزشک جوون از آسمون فرشته هاشو فرستاد بعد از اینکه ایمان آوردن. شب بعدش فرشته های خداوند، پزشک های خداوند بودن. گفت مامانم، یعنی گفتش که قشنگ من آمپول رو دیدم تو یک پارچه سفیدی بود، آوردن رو شکم من، تزریق کردن، با زبان مختلفی صحبت کردن و رفتن. و الان مادر من خدا رو شکر در نام خداوند عیسی مسیح کاملا حالش عالی. آمین. آمین. عالی. خدا رو شکر. چه برکتی، چه شهادتی. واقعا مادران خیلی ارزشمندن و خداوند این چنین مادر شما رو محبت کرده. آمین. و دعا میکنیم که سلامتی خداوند بیشتر و بیشتر بر مادرتون باشه. خدا رو شکر میکنیم برای کشیش الهام عزیز که واقعا خدا برکتشون بده برای دعاهاشون، پشت کارشون. خدا رو شکر دوست عزیز. الان درخواست دعایی هست براتون دعا کنیم؟ متشکرم. الان من خواستم که بله، من اول به خاطر مامانم خواستم به همین مادرای عزیز تبریک بگم روز مادر رو. و این که دعای خودم، حقیقتش من خودم چند روز دیگه دوچار یک تاری دید و دو دیدی شدم دیگه، نمیدونم از فشار خون بالاست یا از چه میتونه باشه. دکتر گوش و حلق و بینی رفتم، ببخشید چشم، گفتن همه چی سالمه، میتونیم به دکتر گوش و حلق و بینی مراجعه کنیم یا دکتر اعصاب، مغز و اعصاب. به خاطر همین واقعا میخوام که در نام خداوند عیسی مسیح برام دعا کنید که مشکلی از سرم یا از نباشه و که
خداوند عیسی مسیح همه چیز رو با خوشی تموم کنه و منم چیزم آمین. بهتر یعنی مثل روز اول بشه. آمین آمین. من میتونم درباره تاری چشمشون یه چیزی بگم؟ بله حتما. من خودم همین مشکل رو داشتم عزیزم. لیلا بود اسمشون. بله لیلا. لیلا آره. عزیزم منم همین مشکل رو داشتم. من بیماری قند دارم و ترسیدم، گفتم شاید از قند باشه، رفتم دکتر چشم، ایشون گفتن که از این ویروس های جدید هستش، هیچ مشکلی ندارین، تاری دید به مدت یه هفته چهار روز ایجاد میشه و از این قطره های اشک مصنوعی دادن و بعد چهار روز گذشت. حالا ما دعا هم میکنیم ولی فکر کنم ویروس باید باشه، ما ویزیت هم قبول میکنیم. خیلی متشکرم. پس رو خط باشین لیلا جان. آنه جان شما برش دعا کنید. خیلی خوشحال شدم که دوستم. بله واقعا برام دعا کنید. متشکرم. آرامش در دل شما بذار پدیدار بشه در نام عیسی مسیح و خداوندا چشمان لیلا، چشمان زیبای لیلا رو که خودت آفریدی با انگشتان خودت، با حکمت خودت، با زبان خودت خداوندا به حضور تو میاریم و میدونیم که تو از همه چیز ما، بدن ما، فیزیک ما، روح و روان ما آگاهی داری. پس عزیزم لیلا رو به دستان تو میفرستم، میسپارم و میخوام که قدرتی رو که از روی صلیب، خونی رو که از روی صلیب ریخت خداوندا باعث شفای دید لیلای عزیزم باشه و عزیزانی که الان میخوان زنگ بزنن بگن من هم این مشکل رو دارم، من هم این بیماری رو دارم، هر کی که الان در اشتیاق دعا کردن هستش خداوندا اونها رو در حضور تو باشه در کنار اونا و میخوایم که بعد از این تمام عزیزانی که در همین موقع که ما دعا میکنیم به وسیله نام تو، در نام تو عزیزان شهادت هاشون رو پشت سر هم زنگ بزنن و بگن و تمام آمین. این کارها نه برای ما بلکه برای جلال نام خداوند ما عیسی مسیح باشه. آمین. و من میتونم این رو بهتون بگم لیلا جان که خداوند میگه ناراحت نباشید و به زودی شما دیدتون رو پس میگیرید. آمین. خدا رو شکر لیلا جان، مرسی برای تماست. برای مادر عزیزت هم حتما دعا خواهیم کرد. باشه حتما. خدا مرسی. خدا نگهدارت. شهادتم رو بگم؟ بگو. یادم نرفته. آره. من درباره عزیزانی که شاید سوال پیش بیاد، خدا رو شکر که ما روح القدس داریم. آمین. روح القدس ما رو هدایت میکنه آمی. که درباره چی صحبت کنیم. عزیزانی که سقط جنین کردن، نه که خودشون رفتن، خودش مسکرج میگن به فارسی، آره، به طور طبیعی از دست دادن بچه‌شون. آره. برای اونا پیغامی دارم که من خودم یه مسکرج داشتم، بچه در 4.5 ماهگی بود، بزرگ بود و من تو سونوگرافی دیدم که داشت ورجه ورجه میکرد، بالا پایی میرفت، ولی روز بعدش من سخت کردم بچه رو و خیلی ناراحت بودم تا روزی که دو تا از دوستام، یکیشون تو اتریش بود، اون یکی توی تهران بود. اونی که تو تهران بود برای من رویایی رو دیده بود که گفته بود از آنت خبر داری یا نه. بعد آلیس که دوستم تو اتریشه گفته بود خبر ندارم. گفت میدونی چی شده؟ گفتش نه. گفت من نمیدونم، یه بچه جنین دیدم ناقص که با لباسای سفید حریر داشت به بالا برده میشد. بعد اینا با هم دیگه تو که صحبت کرده بودن، خب ما انسانیم، بیشتر مواقع به طور انسانی داریم تعبیر میکنیم هر چی رو که میبینیم. ایشون با هم دیگه صحبت کردن، گفتن آنت حتما توی گناه هستش و خداوند اون بچه رو به عنوان گناه داره از بدن آنت سوا میکنه و آزادش میکنه از گناه. تا روزی که دوستم آلیس به آمریکا اومد و گفت ما همچین چیزی رو دیدیم و با هم دیگه تعبیر کردیم و اینا. بعد من گفتم که گناه نبود، بچه بود 4.5 ماهه که سخت جنین کردم. و بعد از اون دختری که توی تهران بود زنگ زد، گفت من صدایی رو شنیدم موقعی که بچه رو بوده میشد به طرف بالا، گفت که به آنت بگو این مال منه، مال تو نیست.
پس عزیزانی که بچه‌هاشون رو از دست دادن، عزیزانی که سقط طبیعی کردن، بدونن که بچه‌هاشون سرگردان نیستن، آره از اینجا رونده از اونجا مونده نیستن. تمام عزیزانی که به دنیا نیومدن الان در حضور خداوند هستن و بیایید با هم به وجد بیاییم و شادی کنیم برای این. آره خدا رو شکر، چه شهادت زیبایی. آمین. من فکر کنم نباید نوت می نوشتم، من شهادتم بس. آره واقعا نه، ببین موضوع این نیست که کلام خدا در قرنتیان میگه وقتی با هم جمع میشید اگه شهادتی دارید، اگه مزموری دارید، سرودی دارید، دعایی دارید، با هم شریک کنید. و کلیسا همینه، دو یا سه نفر وقتی که به نام عیسی مسیح با هم جمع میشن، اونجا شادیه، اونجا پر از برکته. دوستان تماشا میکنن، من مطمئنم خیلی ها شهادت دارن ولی نمیتونن تماس بگیرن. خیلی ها کارهای عجیب خدا رو تو زندگیتون دیدم و خیلی ها هم احتیاج به دعا دارن، شاید فرزندشون رو از دست دادن. ما در انتهای برنامه حتما برای شما عزیزان دعا میکنیم، با ما همراه باشید. اگه میخواید زنگ بزنید 201-347-464-3000 با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل کنید simamasi@mohabbat.tv، با ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم که از شما بشنویم. و یک مادر همیشه در دعا برای فرزندانش میمونه. یک مادر روحانی، یک مادر نمونه، از دعا کردن خسته خاطر نمیشه برای بچه هاش، چون که این دعاست و این خداست که بچه های ما رو هدایت میکنه. ما نقش مهمی داریم، ما به اونها حکمت میاموزیم، به اونها رو تعلیم میدیم، اونها رو سعی میکنیم راه راست هدایتشون کنیم، ولی در نهایت روح القدسه که قلبهاشون رو لمس میکنه. آمی. اونها رو ملزم میکنه. من میتونم شهادت بدم برای دختر خودم، ما دخترمونو خیلی براش دعا کردیم و میکنیم و در خدا ترسی همیشه در کانون شادی بوده، در کلیسا رشد کرده، در تعالیم کلام رشد کرده، ولی وقتی که این مسافرت رو رفت، خودش شهادت میده که من خودم خدا رو ملاقات کردم. این دیگه فرق میکنه. عالی. این دیگه چیزی نیست که یعنی ببین، مسیحیت زیباییش اینه که یک رابطه شخصی ما با خداست. آمین. میدونی؟ مامان من نمیتونه برای من مسیحی باشه. درست. یا من برای بچه‌م مسیحی باشم. مثلا این مذهبیون میگن که خب من برای تو برم دعا کنم، من برای تو برم صدقه بدم، من برای تو کارهای مذهبی بکنم، یا میان میگن که چی حلالیت میطلبیم، نمیدونم ما رو ببخش. این چیزها کار نمیکنه. این رابطه شخصی شما با خداست. آمین. و دختر من این ملاقات رو با خدا داشته. بحبه. و این چقدر قوت میده به مادران، نه؟ یعنی به وجد میاییم. این کلمه وجد اینجا میتونه آره استفاده. یعنی آدم شاد میشه، میدونی دلش وجد میاد و خوشحال میشه و خدا رو شکر میکنه، چون خداست که ملاقات میکنه، میدونی روح القدسه که لمس میکنه. و مطمئنم دخترای شما هم خدا رو ملاقات کردم. من یادمه که جسیکا درسته اومد تو کنفرانس، واو این دختر قبل از اینکه بیاد کنفرانس، ما یه وقفه کوچولویی رو داشتیم توی زندگیمون که شما هم خبر داری این ازش، و جسیکا به مدت کوتاهی از خدا دور شد، یعنی قلبا نه ولی زده شده بود یه مقداری. بعد با بچه های، نمیگم بچه های بد، ولی معمولی که دنبال عیش و نوش و آره دنبال کلیسا اینا نبودن، دنبال کلیسا اینا نبودن. بعد من اون موقع ها خیلی ناراحت بودم، چون من ایماندار
یعنی واقعا واقعی من شروع کردم ایماندار بودن و آره مادری که خودش با خداوند رابطه نزدیکی رو داره اصلا از دلش نمیاد دخترش از راه به در بشه. پس دعا کردم و خوابی رو دیدم. اون موقع جسیکا با دخترای دوستای عربش بود، خیلی هم دخترای خوبی بودن و الان هم دوستشون دارم و با هم دیگه میرفتن نصف شب میومدن خونه. خب مادریم دیگه ناراحت میشدیم. دعا کردم، بعد من چند بارم خودم زدم تو سرم، بعد توی دعا گفتم خدایا این وضعش نیست، این من دختر من داره میره، دختر من داره از دست میره. من یه خوابی دیدم که دخترم داشت میرفت به طرف جنگل و جنگل خیلی تاریک بود، میدونستم اونجا ظلمته. هی صداش میکردم جسیکا جسیکا نرو. بعد من شیطان رو میدیدم پشت سر دخترم، که دخترم به اندازه این کارتون گالیور و فلرتیشیا هستن کوچولو، بعد شیطان به اون بزرگی و خود شیطان رو مثل یه چیز نامرئی میدیدم، ولی میدونستم پشت سرشه. میدوید دنبال جسیکا. من خیلی دیگه داد و فریاد کردم، گفتم جسیکا برگرد، نرو نرو اونجا تاریکیه. جسیکا که برگشت من ناخونای شیطان رو دیدم، سه تا ناخون که چنگ زد رو صورت دخترم جسیکا، سه تا چنگ، جای چنگ روی صورتش باقی موند. بعد دخترم رو دیدم که یهو بیدار شد تو خوابم، فهمید که داره راهی رو که میره اشتباهه. پس دوید برگشت، من دستشو گرفتم و برگشتیم توی جنگل. یه کلبه کوچولو بود با یه لامپ کوچولو، تمام دیوارا شیشه بود. من ترسیدم، گفتم این دیوار شیشه‌ایه، شیطانم خیلی بزرگه عظیمه، میزنه شیشه رو میشکونه. ما به زور ما خودمون رو انداختیم توی اون کلبه و شیطان هر کاری کرد نتونست اون شیشه رو بشکنه. ضد گلوله بود، ضد ضربه بود، پشت سرش رو نگاه، یعنی طوری بود که ما میدیدیم همه چیز رو، ولی شیطان ما رو داخل اون کلبه نمیدید. من از خواب بیدار شدم. یک هفته بعد کنفرانس داشتیم، توی اون کنفرانس روز عید پاک بود، قیام مسیح، داشتیم سبزی خورد میکردیم، سبزی کوکو، که چند نفر دویدن درست مثل سالومه و مریم، میدوئن میگن مسیح اونجا نیست، مسیح اونجا نیست. چند نفر دویدن و گفتن جسیکا کنفیکم شده، جسیکا عوض شده، جسیکا خورد شده. گفتم چی شده؟ و اینا دعا کرده بودن. جسیکا سر جاش به طوری که ایستاده بود 1 متر اونورتر پرتاب شده بود. بعد نشسته بود گریه کرده بود، توبه توبه آنچنانی که حتی اون روز از اولش اون همچین توبه ای رو نکرده بود. بعد من دعا کردم، گفتم خدایا شکر برای اینی که از اینجا اونجا پرت شده یا افتاده یا گریه کرده دعا کرده، من بعد از اینشو میخوام ببینم. من اینی که الان پرت شده رو نمیخوام، خدا رو شکر پرت شده. میبینیم بعضی موقع تو برنامه ها دست میذارن که شیشا میفتن، خب خوبه، خب که چی؟ انکار نمی کنی. بعدش مهمه. بعدش مهمه. خب دقیقا. الان افتادی، فردا چی به سرت اومد؟ من روز به روز، دقیقه به دقیقه رشد دخترم رو میبینم. توی یک هفته میتونم بگم 4 تا کتاب اینقدر جلد بزرگ با صفحات زیاد قشنگ خوند، اونقدر خودشو بالا کشیده. که الان همه عزیزانمون و همه بچه هامون رو، هم اونی که میخونه هم اونی که نمیخونه کتابا رو، همون که رابطش با خدا نزدیکه همونی که رابطش با خدا نزدیک نیست، همه رو به حضور خداوند میاریم و میخوایم نه فقط من اینجا بگم بال بال بزنم بگم به به چه چه دختر من، من میخوام همه عزیزانی که شما اینو گوش میکنین دختراتون همچین تجربه ای رو داشته باشن. حتی مسیح میگه دیگران رو بهتر از خودت بدون. بله. حتی دوست دارم بچه های شما بزرگتر بیشتر از این باشه. آمین آمین، خدا رو شکر کنه جان، مرسی برای این شهادت های زیبا. و من میدونم دوستان عزیز، دعا کنید، دعا کنید، خدا کنارتونه، خدا میتونه دلها رو تبدیل کنه. بچه هایی که در اشتباه هستن اونها رو برگردونه، شما در شکاف بایستید. و دوست عزیزی داریم دکتر شایسته که دختران زیبایی دارند و همشون در خداوند هستن. ایشون یک تعلیمی دارن، پس بریم از دکتر شایسته بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم. Thank you.
برای انجیل زن و مرد در نزد خدا یکسان هستند. انجیل در کتاب غلاطیان باب 3 آیه 28 میگه که زن و مرد برای خداوند ارزش یکسانی دارند. در کتاب افسسیان باب 5 آیه های 25 و 28 میگه که مرد باید زن خود را مانند بدن خود دوست داشته باشه. در کتاب کلوسیان باب 3 آیه 19 میگه که ای شوهران همسرانتون رو دوست داشته باشید و به اونها تلخی نکنید. کتاب اول پتروس باب 3 آیه 7 میگه که ای شوهران زنانتون وارث فیض خدا با شما هستند. اگه شوهران همسرانشون رو درک نکنند و به اونها احترام نذارند، دعاهایشان قبول نخواهد شد. آیا شما خوشحال میشید که یک نفری فرزندانتون رو نسبت به شما اسیانگر بکنند؟ همچنان که آگاه هستید، یک نوع مهر خاصی بین والدین و فرزندانشون در میان تمام موجودات زنده همچنین انسان ها وجود داره. حتی بی خداترین انسان فرزندانش رو دوست داره. این به خاطر اینه که خدا انسان ها رو با این مهر و وابستگی خلق کرده. خدای حقیقی هیچگاه فرزندی رو بر علیه مهر والدینش به اسیان تشویق نمی کنه. خدای حقیقی با محبت، دلسوز و مهربان هیچگاه از پیروانش نمی خواد که دیگران رو به خاطر باورشون بیمهری کنند. آمین، آمین. واقعا چه تعلیم زیبایی. خیلی جالب گفتن که مادرهای اونایی که روحانی نیستند، مادرهایی که حالا تو هر مذهبی، تو هر اعتقادی، هر مادری بچهش رو دوست داره، هر مادری برای بچهش فداکاری میکنه. و الان تو این جنگ ها رو میشنویم که چطور مادران دارن از بچه هاشو مواظبت میکنن، اونها رو در زیر آوار حمایت میکنن، اونها رو از اوکراین هر جوری که شده به خاطر بچه هاشو میرن بیرون که بچه هاشون در امنیت باشن. ما میبینیم که یک مادر بچهش رو حتی فرستاده به آمریکا تنهایی تا اینکه بچهش در امنیت باشه. و خیلی مادرها فداکاری میکنن. حالا چه برسه مادری که دلش با دل خدای حقیقی وصله. آمین. چون خدا منبع محبته، میدونی؟ و هر چقدر ما مادرها محبت کنیم، بالاخره محبت انسانیه، ولی منبع محبت، محبت آگاپه که ما در مسیح شناختیم، اگه با اون محبت ما محبت کنیم فرزندانمونا، چقدر زیباست. و میدونیم که یک مادر نمونه محبتش بی قید و شرطه. آمین. میدونی متاسفانه دیدیم بعضی مادران از بچهشون انتظار دارن وقتی بزرگ میشه. میگن که چی اصطلاح میگن، چی رو مادر دلال باشه نباشه نمیدونم، مادرها انتظار دارن، میگن من این همه برای تو کردم، الان وقتشه که تو برای من این کارو بکنی، از من مواظبت کنی. میدونین محبت مادرانه بی قید و شرطه. وقتی بچه همون کوچیک بودن، من نصف شب بیدار می شدم بهشون می رسیدم، انتظارم نداشتم که حالا مثلا فردا اون برای من این کار رو بکنه. اصلا تو این فکر رو نبودیم وقتی که بچه ها کوچیک بودن. الان هم نیستیم، میدونی؟ الان هم تا بتونیم محبت میکنیم بچه همونو، بهشون کمک میکنیم. و نکته دیگه این که مادران واقعا در خانه یک محیط آرام بخشی رو برای بچه هاشون درست میکنن. بعضی اوقات نهایت سعیشون میکنن. بله. میدونی در خونه
اگه مادر آروم باشه بقیه آرومن. درسته. درسته. من خودم تجربه شخصی خودم، هر وقت خودم حالم خوب بوده همه اعضای خانواده خوب بودن، ولی واویلا اگه من ناراحت باشم، ناراحت باشی، عصبی باشی، درسته. اصلا تاثیر میذاره واقعا رو همه. پس کلام خدا تو اشعیا میگه، میگه که همونطور که مادران تسلی بخش فرزندان هستن، من بیشتر، خدا آمین. داره میگه من بیشتر شما رو تسلی میدم. آمین. چقدر زیباست که فکر کنم اشعیا ببخشید 66 هستش. آره 66 آیه 13 نه؟ آیه 13 درست. آره میگه او تسلی بخشه. آمین. خدای ما منبع تسلیه و ما مادران از خود خداوند یاد گرفتیم که چطور تسلی بخش بچه هامون باشیم. و یک مادر مسیحی خطاها رو میبخشه، نمیتونه نبخشه، از محبتشه. آمین. که بعضی بچه ها هستن که چقدر بی احترامی میکنن، توهین میکنن، پشت میکنن به مادران، پرخوشگری میکنن، ولی مادره درست میبخشه و باز میره دنبال بچه و اونها رو دعوت میکنه به خونه. واقعا مادرها دل صبوری دارن. یکی از ویژگی های خاص مسیحایی هستش، خداوند خودش از ویژگی خودش توی مادر نهاده. آمین. واقعا مسیح وقتی مصلوب شد بابت اون چیزی از ما خواست؟ چیزی نخواست. خیلی شبیه عیسی هستیم ما مادرها. آمین. مادرای واقعی. آره از خودمون تعریف کنیم. خوشحالیم دیگه. آره خدا رو شکر ما شبیه مسیح هستیم و این خاص خدا برای هر کسیه، چه مادر چه نه، که بخشنده باشیم، شبیه او باشیم. آمین. آمین. و محبت کنیم و انتظار نداشته باشیم. ما انسان ها خیلی، مخصوصا ایرانی ها، پرتوقعیم. من این کارو کردم، من این، حتی من این خدمت رو کردم، از خدا توقع داریم من این همه خدمت کردم، پس تو الان چرا جواب دعای من نمیدی؟ چرا منو برکت نمیدی؟ پس این همه من تو رو خدمت کردم چی میشه؟ این همه سالها چی میشه؟ میدونی از خدا توقع داریم. درسته. که خدا انگار که بدهکار به ما. یه آیه داریم درباره کوزه‌گر که کوزه رو درست میکنه. ما همیشه این رو شنیدیم که هیچ وقت اون کوزه از کوزه‌گر نمیپرسه که منو چرا اینجوری ساختی. بعد الان موزه توی ذهنم رفت درباره همین صحبت شما که چرا باید کاری رو انجام بدم بعد از خدا انتظار داشته باشم. آیا کوزه از کوزه‌گر چیزی رو میتونه بخواد؟ میخوام مقایسه کنم که ما هم اگه خداوند ما رو هر جوری که آفریده متواضع باشیم و هر کاری رو که میکنیم بدون انتظار باشه. آمین. در برابر هر چیزی، حتی دوست، حتی فامیل، حتی بچه، کاری رو انجام میدم آیا منتظرم جواب بده؟ پس اون کارم اصلا حساب نمیشه. دقیقا چون با نیتی ما یه کاری کردیم، نیت ما خوب نبوده، نیت ما اونه که بالاخره یه چیزی هم به من برسه، این وسط انگیزه بد. آره آره. خب از حنا بگیم. به به، خیلی دوستش دارم. آره حنا واقعا یه مادر نمونه‌ای بود. واقع. مادری بود که اول نازا بود، درسته، دعا میکنه و گریه میکنه در حضور خداوند که خداوند جواب دعاش رو بده و فرزندی بهش بده. واقعا من میدونم بعضی مادرها هستن که این درد رو دارن که میخوان مادر بشن و فرزند میخوان. خداوند، ما بارها و بارها دیدیم که خداوند چقدر نیکوست و محبت میکنه و نازا بودن ولی خداوند بچه داده.
من خیلی ها رو میشناسم، مطمئنن شما هم میشناسین، خداوند عمل میکنه. ولی حنا جلس هم بود ها، حسودیش میشد. آره آره، اون هوو میگن. آره آره، شوهرش یه زن دیگه داشت، بچه داشتن، بعد خب خیلی احساس بدیه. و من یادمه که وقتی خوندم حنا داشت خیلی تون 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 دعا میکرد. بعضی موقع مادرها همینجوری پشت سر هم میگن که خداوند به بچه‌م برس، الان اینجاست، الان اونجاست، مواظبت کن. همون جوری هم داشت حنا دعا میکرد که خدایا چرا به من بچه نمیدی، چرا نمیدی که کاهن ایلی نگاه آره. میکنه میگه اولش صبح مست اومده اینجا. آره. بعد خداوند پاسخ میده، پاسخ صمیمانه میده. حنا قول میده که اگه بچه رو به من بدی، من دوباره به تو برمیگردونم. حالا در زمان عهد عتیق واقعا فیزیکلی بچه رو داد به آره. کلیسا داد. آره. بچه رو داد به کاهن ایلی. آره. کاهن ایلی بزرگش کرد. حالا دو تا حسن داره اینجا. یکی این که وفادار بود حنا. این وفاداریش خدا دید. بعد فکر کنم 5 تا فرزند دیگه هم بهش عطا کرد. خب نازای نازا بود، قرار بود یه بچه بیاره اونم بده به خدا من. خدا وفاداری شدید، چند تا بچه هم داد بهش. ولی از یه لحاظ دیگه حالا ما میگیم وای اگه من یه دونه بچه داشته باشم اونم بدم بره کلیسا، من بچگیشو نمیبینم، بازیشو نمیبینم، من چجوری با چه دست اینو بدم؟ درسته میدم به خدا من، ولی من اون کیفشو نمیبرم. ولی یه کیفی داره اون تو. درباره سموئیل نوشته شد در کتاب مقدس، درباره اون 5 تا بچه نوشته نشد. آره. اونا زندگی راحتی داشتن. ولی سموئیل خداوند اونو 3 بار صدا کرد. کی میخواد بچهش رو صدا کنه خداوند؟ آمین. یا کی میخواد خودش رو صدا کنه خداوند؟ این حسن دومشه که واقعا میارزه بچه رو به دست خداوند سپرد. حالا در عهد عتیق که میگم فیزیکلی دادن، الان ما میتونیم اونو برگردونیم به طرف روحانی. خداوند و بچه ای رو که به من عطا کردی رو به دستان تو میسپارم. یعنی چی؟ یعنی فردا پس فردا این بچه بره توی بیابون، توی خیابون، تو هر جایی که پاش میرسه کلام خداوند رو بشارت بده و کاهن باشه، مقدس باشه. خدا رو چه افتخاری نصیب حنا. خیلی عظیمه، خیلی خدا رو شکر. عزیزان بخونید داستان حنا رو در کتاب اول سموئیل، و دعای حنا چقدر زیباست. یک مادر نمونه. دوستان عزیز، همطور که میدونید آنت خواننده شیرین سراینده، بریم یه سرودی از خواهرمون گوش کنیم، برمیگردیم براتون دعا میکنیم و برنامه رو تمام میکنیم. با ما باشید. خدا را به سراییم، به حضورش با سپاساییم، در وصف صخره یه نجات من، با شادی و شور سرود بخوانیم، در وصف صخره یه نجات من، با شادی و شور سرود بخوانیم. عظیمش سرهای من را فرود آوریم، او را با شادی عبادت کنیم، شکرش بگوییم هم در سراییم، او را با شادی عبادت کنیم، شکرش بگوییم هم در سراییم.
شبان ماست، ما قوم اوییم او خدای ماست، گله اوییم او شبان ماست. حقیقتا خیلی ممنون ممنون از برادرمون ژیلبرت از گرانبها که اجازه میدن این سرودها رو استفاده کنیم. خدا رو شکر چه صدای گرم و شیرینی آنت عزیز، و مطمئنم که سرودهای شما همشون پر مسح و خداوند استفاده میکنه. اگه اجازه بدین چون فکر کنم یه دقیقه به پایین برنامه هستش، دعا کنیم با هم. آمین. برای مادران دعا کنیم. پدر عزیز دعا میکنیم برای مادران عزیز، اگه نازا هستن تو اونها رو برکت بده خداوند، اگه بچه هاشون مریضن خداوند دعای این مادران رو بشنو. دعا میکنم حکمت بدی، سلامتی بدی به مادرها، قوت بدیم به مادرها خداوند، و تو عمل کنی ای پدر عزیز. آنه جا میخوای ارمنی دعا کن برای مادرانی که میشنوند. شنورا کالم در کدر گرید مچ هنزنو ممر بولور مایررین مانوان مرهایستانی مایررین وریه زیر خانرین زرکیست ولن ازومم نرانت ارسنس یو نرانت همپروتیام یو خاقاقوتیام لبلتونان استر بادر از نرین اسومنگ ووچ یو مر ورپرین ورپوایرینرین هنزنو من کدر گرید مچ وردو پارا وربستر ارسنس اکنس یو ورمس کزی پار کاویت ایسوسیان نو آمین 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 آمین.